یک روز پس از سقوط شهر قندوز با دست طالبان مسلح رئیس جمهور افغانستان به مردم اطمینان میدهد که این شهر را دوباره از مخالفان مسلح گرفته و برای رسیدن به این هدف عملیات زمینی و هوایی نیز آغاز شده است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه همراه با اعضای امنیتی کابینه در یک نشست خبری گفت که در نتیجه عملیات آغاز شده برخی تاسیسات در شهر قندوز دوباره به تصرف نیروهای امنیتی افغان درآمده است بانتا. 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 او امنيتي امولکي چور واکته داده چې لومړی بد ملکي وګلو ځوانته توجه ما مههم به تمام وطن درم اطمینان به تاسو کې قندوز تحت مدیریت ده شهر قندوز نه وقت روز گذشته پس از درگیری ده ساعته به دست طالبان سقوط کرد طالبان شماره از ساختمان های دولتی را با شمول محبس قندوز تصرف کردند باشنده های محل گفتند که بیشتر محلات در شهر قندوز آتش زده شده و طالبان مسلط در سرک و کوچه های فرهی در جستجوی افراد امنیتی بوده و شماره را نیز به قتل رساندند تصرف شهر قندوز توسط طالبان مسلح نگرانی های زیاد را برانگیخته و منشی عمومی ناتو نیز این حمله را با شدت تقبیه کرده است این در حال است که طالبان مسلح میگویند وضعیت در قندوز نرمال است و پیشرفت نیروهای امنیتی را در عملیات کسای آنان را اندازی شده رد کرده است مسئولان امنیتی افغان میگویند آنان در مورد حمله گسترده بالای قندوز قبلا معلومات داشتند محمد معصوم سانگزای سرپرست وزارت دفاع در این کنفرانس خبری گفت برخی از طالبان در شب و رو روزهای داخل شهر شده و در سقوط قندوز با همکارانشان کمک کردند در این حال رئیس عمومی امنیت ملی غفلت وظیفه‌ای و معامله را در سقوط شهر قندوز به دست طالبان رد و یا تایید نکرد اما افزود که در این خصوص تحقیق می کند رحمت الله نبیل به خبرنگاران گفت سقوط شهر قندوز برای آنان پرسش برنگ و این می گوه در حمله بالای شهر قندوز در جمع زندانیانی که از محبس فرار کردند 117 زندانیان طالب موجودند که بسیار خطرناک نیستند از سوی دیگر رئیس مشران جرگه فضل هادی مسلمیار میگوید تنها بازپسگیری قندوز برای آنان قابل قبول نیست و از حکومت خواستا مسئولین محلی را که در این راستا مسئولیت داشتند محکوم به اشد مجازات نماید شماری از اعضای شورای ملی بازپسگیری قندوز را برای حکومت مهم خوانده و میگویند هرگاه چنین نشود سایر ولایت نیز با خطر تهدیدات امنیتی روبرو میگردد آنان از مسئولان حکومت میخواهند تا خلههایشان را شناسایی کرده و اجازه ندهند تا قضیه قندوز در دیگر ولایت هم تکرار گردد